درود. وقتی یکی از همکاران من، یک همکار مرد، اساساً یک آقا، تصمیم میگیره که یک ویدیو ضبط کنه و توش حرفی بزنه، اول انرژیشو جمع میکنه، ذهنشو آماده میکنه، کلماتی که میخواد بگه رو پشت هم میچینه، مرور میکنه، بعد دوربینو میذاره جلوش و حرفاشو میزنه. حالا این حرفا ممکنه براش ایجاد مسئله بکنه، ممکنم هست نه، ولی فقط به حرفاش فکر میکنه. اما یک زن وقتی میخواد عیناً همون کارو بکنه، علاوه بر همه اون انرژیایی که باید جمع کنه و به همه اون ماجراها فکر کنه، باید نگران این باشه که آیا یک تکه پارچه باید یه جایی از سرش قرار بده یا نه. وقتی میگم یک تکه پارچه، اصلا و ابدا منظورم توهین به حجاب نیست، که کاملا برعکس. من خانواده ای دارم که اکثرشون به حجاب معتقدن. مادر من روسری از سرش نیفتاد، خاله های من، امه هام چادری هن. اما براشون احترام قائلم، برای کارشون، نه فقط من، همه، چون انتخابشونه، چون این تصمیمشونه و روی این تصمیم ایستادن و دوستش دارن. این که من فقط یه چیزی روی سرم بذارم، حالا اگه هر قسمتی از موها معلوم بود اشکال نداره، این مشخصا به این معناست که شما هم برای حجاب واقعی که از قلب میاد احترام قائل نیستید و با اجبار تبدیلش کردید به یک امر آزاردهنده و یک ترومای جمعی. برای این وقتی راجع به تساوی حرف میزنیم، نمیتونین اینو نادیده بگیرین. نکته بعدی، دیدم دیشب دوتا مذکر توی یه برنامه‌ای صحبت کردن و راجع به یائسگی و اینکه خانم‌هایی که حجاب برداشتن یائسگیشون رو تقصیر جمهوری اسلامی میدونن و بعد به این ماجرا چون از نظر خودشون خیلی بانمکی خندیدن. واقعیت اینه که یائسگی امر کاملا فیزیولوژیکه، به بدن بستگی داره. مادرانی که شما رو به دنیا آوردن، همسرانتون، دخترانتون، خواهرانتون، همه از یک سنی این اتفاق براشون میفته. این اصلا جنبه تسخیر و تحقیر نمیتونه داشته باشه. اما چیزی که میخوام بگم، که حالا اساسا همه این حرفا رو زدم که یک خاطره تعریف کنم، امیدوارم خاطره تعریف کردن، خاطره شخصی رو تعریف کردن به معنای نشر اکاذیب یا اقدام علیه امنیت یا هر چیز دیگه ای نباشه. من فقط دارم خاطره میگم. خب من سال 72 با حجاب از دانشگاه تهران با تعدادی از دوستان رفتیم تالار مولوی که یک اجرای نمایش ببینیم. طبیعتاً از دانشگاه تهران میرفتیم، مقنعه پوشیده، و یک اجرای بسیار زیبا از علیرضا نادری عزیز دیدیم. وقتی اجرا تموم شد و آمدیم بیرون، دیدیم محوطه تالار مولوی بسیجی ها و لباس شخصی ها حمله کردن و خب تا دقایقی نمیفهمیدیم اصلا چه اتفاقی افتاده. بعد فهمیدیم که به نمایش اساسا معترضن، که این کار چرا اجرا رفته. و در میانه این هیاهو یکیشون اومد سمت من و در حالی که مغنم تا اینجا بود، اومد و با فریاد و فحاشی گفت مغنمتو بکش جلو فلان و اینا، با کلمات خیلی زیبا و شایسته. و من که شوکه شده بودم، طبیعتا اول صحبت کردم که چرا اصلا، چی کار داری، اصلا چرا اینجا، این چی شده مگه، یه کار با مجوزش رو رفته، چرا یه عدتون الان پشت صحنه درگیره این که بچه ها رو ببرین و اینا. و خب از اونجایی که معمولا این دوستان برای یک منظور فقط تربیت میشن، یعنی بیشتر از اون اصلا گوش نمی کنن تو چی میگی، با یک هدف اومده بودن، برای این اساسا نمیشنید من چی میگم. مجددا تکرار کرد که
فلان فلان بکش حجاب تو جلو. و من تو چشماش نگاه کردم، گفتم نمیکشم حقلم جلو. تعدادی از دوستان اومدن، دوستانی که خب الان هر کدومشون خوشبختانه در حوزه هنر بعد از این همه سال بزرگانی شدن، حتی جریان ساز شدن. دوستان اومدن، یه تعدادشون گفتن پالتا کوتا بیا، یه تعداد دیگه رفتن که اوضاع رو آروم بکنن و همه اینا. به من هم سور و در این حال به شدت خشمگین ایستاده بودم که اساسا اینجای شما اینجا نیست، اینجا خونه منه، اینجا سالن تئاتره، اینجا مال ماست. و تو این حیث و بس بچه ها منو کمک کردن، حالا به هر طریقی اومدم از کنار پیاده رو خب اجراهام که میدونین معمولا ساعت 9:30 اینا تموم میشه، ساعت حدودا فکر کنم 9:30 شب بود، اومدم که از کنار پیاده رو بیام، صدای موتوری رو شنیدم و بعد یک ضربه بسیار محکم به سرم. خب عکس العمل اولیه اینه که نمیفهمی چه اتفاقی افتاده و هنوز اون صدای دنگ از سرم بیرون نمیره هر بار که این خاطره رو یادآوری میکنم. سرمو گرفتم و تا به خودم بیام دیدم یه موتوری با یه چماق توی دستش و خندان داره دور میشه. اون موقع هنوز برای باتوم هزینه نمیکردن، از چوب استفاده میکردن. و حالا کاری ندارم با چه وضعیتی خودم رسوندم خونه. تا سه روز همسرم هم بیناییم دوچار مشکل بود و مادر که روحش قرین آرامش باشد پرستاری کرد تا حالا سر پاشم. 2 سال ممنوع ورود شدم به دانشگاه تهران، در این حد که حتی اجازه ندادن برم وسایلم رو بردارم. جشنواره دانشجویی بود، الان اینو یادم رفت بگم، جشنواره دانشجویی بود، جشنواره دانشجویی تعطیل شد و من هم یکی از مقصرین این ماجرا دانسته شدم. رئیس دپارتمان تئاتر اون موقع پیام فرستاد که وسایلش رو ببرین و بگین اگه پاشو از در 50 تومانی بذاره تو، منظور سر در دانشگاه تهران، پاشو از در 50 تومانی بذاره تو، ما میزنیمش، این جمله، میزنیمش اگر بیاد تو. دوستانم جشنواره تعطیل شد. این خاطره رو خیلی خلاصه فقط تعریف کردم که به این دوستان مذکر بگم این اتفاق اصلا ناگهانی نیست. این تروماییه که ما مدت هاست داریم تحمل میکنیم و هرگز هم پاسخ درستی راجبش نگرفتیم که چرا باید کتک بخوریم بابت این که یه چیزی روی سرمون قرار بگیره، حتی به غلط، حتی یه پارچه‌ای که معلوم نیست چرا هست، نه حجاب نه نیست. و بعد شما الان اومدین و دارین سعی میکنین از کلمه یائسه به عنوان واژه تحقیر استفاده کنین. آرزو آگاهی میکنم برای هممون، اول از همه خودم و بعد برای هر کسی که فکر میکنه خیلی میدونه. ممنونم.